سلام، اینجا پلاتو و ما با کلی خبر جدید همراه شما هستیم. خبر امروز در مورد عارضه قلبی برای مهران مدیریه که باعث بستری شدن او در بیمارستان شده. اما قبلش اگر دوست دارید از جدیدترین اخبار هنرمندان و بازیگران ایرانی مطلع بشید ما رو سابسکرایب کنید و اگر این زنگوله رو بزنید اولین نفری خواهید بود که از اخبار روز سلبریتی ها آگاه میشید. از شما هم که با لایک و کامنت هاتون ما را حمایت میکنین بسیار سپاسگزاریم. مهران مدیری کارگردان سریال های تلویزیونی و بازیگر شناخته شده تلویزیون که کارگردانی برنامه دوره همیرم بر عهده داره در ساعت 4 بعد از ظهر روز 15 مرداد دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان منتقل شد. این خبر در ابتدا توسط خبرگزاری تسنیم اعلام شد و بعد از اون همه خبرگزاری‌های فرهنگی و هنری هم این خبر رو تایید کردند. این در حالیه که مهران مدیری امروز قبل از ظهر در نشست خبری به فعالیت‌های تازه‌اش در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه اشاره کرده بود و به عنوان سفیر فرهنگی این فروشگاه خودش رو معرفی کرد. مدیری در این نشست درباره فصل پنجم دوره همین و همچنین فصل دوم سریال هیولا توضیحاتی رو داد و سوالاتی را که در مورد موزه دوره همین از او پرسیده شد پاسخ داد. اما دو ساعت بعد در حالی که بعضی از رسانه ها از حضور این مجری و برنامه ساز تلویزیون در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی خبر داده بودند، یکی از نزدیکای مهران مدیری با انتشار یک استوری اعلام کرد هیچ اتفاقی نیفتاده، ناراحتی معده بوده و بیمارستان بستنی نیستند. همچنین یکی از فن پیجای ایشون بعد از پیگیری احوال مهران مدیری این پست رو منتشر و اعلام کرد پیگیری از نزدیکان مهران مدیری حاکی از اینه که مراجعه مهران مدیری به بیمارستان به خاطر درد در قفسه سینه بوده و به گفته اونا در معاینات اولیه مشخص شده ربطی به ناراحتی قلبی نداره و او هم اکنون زیر نظر پزشکان قرار داره.